فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر میگوید غیبت حقوق بشر از میز مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی یک خطای سیاسی است. عبدالکریم لاهیجی رئیس این فدراسیون گفته است مطرح نشدن مسئله حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای در حالی رخ داده است که گروه‌ها و اشخاص مختلفی از جمله اتحادیه اروپا و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد چندین بار خواستار گنجاندن این موضوع در مذاکرات با ایران شدند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از جمله کسانی است که بارها خواهان مطرح شدن نقض حقوق بشر در ایران در مذاکرات هسته‌ای شده است. خانم عبادی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا درباره ارتباط تحریم‌های بین‌المللی با مسئله حقوق بشر توضیح داده است. ایجاد حالت تخاصم و تشدید تحریم‌ها در باعث می‌شود که هرچی بیشتر فضای کشور امنیتی بشه و امنیتی شدن این بهانه است برای سرکوب دیگر اندیشان. چون حالا وضعیت کره شمالی رو در نظر بگیریم که سخت‌ترین تحریم ها رو در موردش انجام دادن و این باعث این کشور کاملا ایزوله بشه و وضعیت حقوق بشر در آنجا بسیار وخیم و وحشتناک گزارش میشه. از مذاکره کنندگان غربی با ایران خواسته ای که علاوه بر انرژی هسته‌ای راجع به نقض حقوق بشر در ایران هم با اونها مذاکره بکنند، که متاسفانه تا کنون کلیه مذاکرات 5+1 با ایران فقط ناظر به انرژی هسته‌ای بوده. یعنی غرب با این کار در حقیقت میخواهد بگوید فقط امنیت خودش براش مهمه، اصلا مهم نیست که در ایران چند نفر در ماه اعدام میشوند یا چه تعداد خبرنگار به زندان میروند. این یک